بچه ها اسم این چیه؟ کره زمین. آفرین. این کره زمین نمونه کوچیکیه از همین زمینی که ما و بقیه آدم ها توش زندگی میکنیم. وقتی که به این کره نگاه میکنیم میتونیم بفهمیم که کجا داریم زندگی میکنیم، کشورمون کجاست و همسایه هاش کدوم کشور ها هستن. بچه ها اسم کشورمون چیه؟ ایران. آفرین. حالا من براتون پیداش میکنم. اینها، این هم کشور عزیزمون ایران. ساختن این همچی چیز کوچیکی باعث میشه که ما بتونیم بهتر کره زمین رو بررسی کنیم. حالا ما کجا هستیم؟ پارک آموزشی ترافیک. خب پارک آموزشی ترافیک هم نمونه کوچیکیه درست مثل این کره از یک شهر واقعی. خب من باید شما رو ببرم و با این شهر آشناتون کنم. همه آماده این؟ بله. خب پس میریم تا یه سری نکات یاد بگیریم. بچه خیابونه کوچیک این شهر نمونه واقعی هستن از خیابونه که توی شهر میبینیم. ماشین ها اینجا مدل های کوچیکی هستن از ماشین هایی که توی شهر دیده میشن. چراغ راهنمایی، تابلوهای ترافیکی، خط عابر پیاده و هر چیزی که اینجا میبینید نمونه ای از چیزی که توی شهر دیده میشه. بچه دقت کنین لطفاً. الان میخوام در مورد رابطه وزن و جاذبه و جرم و حجم صحبت کنم. وزن رابطه مستقیمی با جاذبه داره، جاذبه رابطه مستقیمی با جرم و رابطه عکس با حجم داره. به خاطر همینم وزن ما روی کرات مختلف متفاوته. حالا خودتون میتونین یکی یکی امتحان کنین. مانلی بیا وزنت رو خورشید بده. خب بچه ها ما الان میخواییم توی شهر آموزش ترافیک با همدیگه عبور مرور کنیم و یاد بگیریم که چجوری زندگی ایمنتر و راحتتر توی شهر واقعی داشته باشیم. همتون آماده این؟ بله.
خیلی خوب پشت سر من بیا. شوه. لیزر نورای همفرکانسیه که پراکندگی ندارن و توی خط حرکت میکنن. ما اومدیم اینجا که امروز حرکت نورا رو ببینیم. تجربه خیلی جالبیه. خب بچه ها توی هر شهری غیر از ماشین ها و وسایل نقلیه دیگه کیا هستن؟ عابر پیاده. میدونم که همه تون رانندگی دوست دارین و دلتون میخواد توی این شهر رانندگی کنین، اما یادتون باشه همیشه اولویت با عابرای پیاده است. هر ماشین سواری هم بالاخره یه جایی مجبور ماشینشو پارک کنه و بقیه مسیرشو پیاده بره. خب حالا برای اینکه راننده ها بتونن راحت توی شهر رانندگی کنن و عابرهای پیاده با امنیت کامل از خیابون عبور کنن، ما احتیاج به چی داریم؟ فقط تو میدونی؟ بله آقا. بگو. نظم و قانون. آفرین. رسیدیم به آدرس. خوش آمد ازت. جدی میگم خوش آمد. هر کی ترک من نشسته بود تالا حسابی ترسیده بود، ولی تو دمت گرم مثل شیر نشسته بودی. چرا حرف نمیزنی؟ خوب اومدم؟ خیلی تو میری. خب میگفتی یه ذره آرومتر بیام. گفتم که به بلند میگفتی. فریاد زدم هی داد میزنم اون پشت، بابا یواش برو یواش برو. چرا من نشنیدم؟ صدا خفه کنو گوشی سر ما، آوازم میخونی میخوای بشنوی؟ ولی عوضش رسیدیم دیگه، با بیارتی اتوبوس هم نمیتونستی به این سرعت برسی به آدرسه. دست در نکنه، مرسی. صبر کن، چیزی نمیخوای؟ نه 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 هیچی نمیخوای بهت بدم؟ نه نه میخوام برم، خیلی دیرم. هیچی؟ پول؟ چیزی؟ آها شما پارکینسون داری، بده خودم حساب میکنم. ببین این اونیه که تیک کردیم اونجا، درست؟ اینم برای جریمه های احتمالیه که موقع عکسشو بگیرم بفرستن در خونه ضایع میشه. اینم کرایه کلاهه، بقیه هم باشه پیش خودت. یه موقع بیارتی اتوبوسی خاصی سوارشی برگرد. یا نمیخواد، اینم مال خودت. دستت درست. سب کن. الو چیکارم داری؟ آبجی سلام. چیکار؟ خوبی؟ یقنه بکن قربانه برم. حالت چطوره؟ خوبی؟ باشه سه سوته میرسم خودم اونجا، نگران نباش. باشه 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 فداشم، شکرت. آقا یقره ولکو، میخوام ببینم پول کلارم بگیرم از ادای میخوای ببری. صدا خفه کنو. آره خدا به زن و بچه ات رحم کنه. ندارم. چی؟ زن و بچه. آه پس به خودت رحم کن. خب بچه ها همه تو متوجه ضرورت وجود نظم و قانون شدین؟ بله. حالا برای برقراری نظم و قانون توی این شهر احتیاج به چه کسی داریم؟ آقا ما بگیم. بگو. یه مدل کوچیک ایه پلیس. آفرین. خب حالا کی حاضر پلیس کوچولی شهر ما بشه؟ آقا ما بگیم تاها. راست میگه، هر موقع ما میریم فوتبال بازی کنیم تاها به جایی که بازیکن وایسه داور میشه. آقا ما بگیم آقا فقط تاها هست پس این کار برمیاد. خب آروم باشی بچه، ببینیم تاها کدومتونی. بچه تاها کیه؟ آقا مایی. تویی؟ آفرین. درو برای موتورم هست دیگه. با چی وایسادی؟ کار دارم اینجا. با چی کار داری؟ بیا بریم، من کار دارم. یه کار واجب دارم، سه سوته برمیگردم. مقصدت کجاست؟ اون سر تهرون. سه سوته میریم. بابا چی سه سوته؟ دیرم شده، بیا بریم. من نوکرتم. وایساد. دو سوت وایساد اومدم.
بچه ها این نورا و ستاره های قشنگی که میبینین که با نظم خاصی شکلای قشنگی رو درست کردن، در واقع صور فلکی ما توی نیمکره شمالی که میشه در واقع آسمان شب ما رو ایجاد کردن. خانم ببخشید، این اشکال ستاره ها توی نیمکره جنوبی هم همین جوریه؟ نه، شکلشون توی نیمکره جنوبی کاملا فرق میکنه. در واقع این صور فلکی که ما توی نیمکره شمالی میتونیم ببینیم، اگر هم دقت کنین میتونین برج هر ماهی رو که متولد اون ماه هستید توی این اشکال پیدا بکنین. مثلا شما متولد چه ماهی هستین؟ من اسفندم. اسفند. میتونین ماه خودتون رو پیدا بکنین کجاست؟ حوت. خب حالا شدی یه پلیس کوچولوی واقعی. آماده ای؟ بله آقا. فقط مثل این کره زمین که یه مدل کوچیک از زمینه، یه مدل کوچیک از آسمون هم وجود داره. پسر جون، ما داریم درباره کره زمین و برقراری نظم و قانون تو اینجا صحبت میکنیم، تو داری به آسمونا فکر میکنی؟ نکنه میخوای همیار پلیس آسمونا بشی؟ نه آقا، آخه ما یه خواهر داریم عاشق ستاره و سیاره و این چیزاست. بعد امشب تولدشه. آها، پس تو میخوای براش هدیه تولد بخری. بله. بذارش نگاه کنم این پولی باید بدم بازم یا نه. نه، پرداخت شده. دمت. نمیرسم دیگه. نمیرسم الان میرن. بابا بودو. چیه؟ بابا بیا مردم ازا جو کار دارم. بیا دیگه. خب بابا انقدر هرس و جوش میخوره آخر سر قلبش میگیره خونش میفته گردن ما. بابا بودو حله. بازم من گوش میخواهن؟ نه عزم، اینم خدمت شما. هرچی مدر نکنه شما ودی بسلامه. خب بچه ها، میدونین که به طور مستقیم نمیشه به خورشید نگاه کرد. یه روشی هست که فیلترهای مخصوصی رو روی تلسکوپ نصب میکنن. به این روش میگن روش رصد مستقیم. ببینم بولیم شبت گیره نرفته. رصد موقعی باش خواه پنده ها. نه یادمه. ترابت ساکت. خب بیاین حالا یکی یکی آسمون رو رصد کنیم. مثل همین کره زمین یه مدل کوچیکی از آسمونا و کهکشان هم ساخته شده. تو میتونی برای خواهرت یه ماکت منظومه شمسی بگیری، فکر کنم خیلی هم خوشحال شه. واقعا آقا؟ آره خب، ولی باید یه ذره بگردی. پلیس کوچولو امروز خیلی وقت ما رو گرفتی ها. بودو بریم که خیلی کار داریم، بچه هم منتظرم.
زد و در رفت. عجب آدم بی وجدان و بی معرفتی نامرد. ببین من نگرانم، سعی سالم این کلا کاسکته؟ شاید که خیلی پر روی بابا. اتفاقا منم ازت خوش آمد، به خاطر همینم نمیخوام ازت کرایه بگیرم. بابا تعارف میکنی؟ نه اسمت چی بود؟ پیمان. پیمان من مهمون منی، فقط به خاطر اینکه زحمت کشتیم کیکه کو کیکه؟ منو که اینجا پیاده کردی یا دو سه قدم جلوتر اونجا بلو شده. عجب چیزه آقا پیمان، کرایت میشه 15,000. 15,000 تومان؟ آره. کجا بیارم؟ از جیبت. اصلا میدونی چیه؟ به خاطر این سهلنگاری تو من یه قرارداد 1 میلیاردی از دست دادم. الان هم باید برگردم خونه. اصلا صبر کن ببینم، 1 میلیارد قرارداد تو دیگه. بله مشکلی چیه؟ ببین چیز قراردادت کنسل شد؟ بله بعد الانم برگردم خونه. خب من برات میگردونم خونه 15,000 تومان بده، فقط یه کیک بگیرم. عزیز من لطف شما مایه دردسره. برو همه کارت برس. بادکنک صاف باید بالا سر من بادکنک و تا همه رو بفروشی. آره نه من نگاه میکنم اون چی کار میکنی. بابا میبینی که موتورم خراب شده، دارم تعمیرش میکنم. اینجا یه تعمیرگاه این بغل هست، بزن این تعمیرگاه با این بیاتریا راحت برو. بیارتی چیه؟ من با موتور 3 سوته از اون سرشم میام این سرشم. بیارتی با 2 سوته میرم راحت تر میام. نگران من بودی که از این سرشم به اون سرشم چجوری میرم؟ نه این ککم خراب میشه حیفه. تعارف میکنی؟ نه تعارف میکنم. بعد مزهش خوبه؟ عدلش خوب. این کاری که از دست اون برمیام یه انگوش که فرد میکنه یا همشو میخواد؟ همشو میخواد. افتخار ترامل دختر گلم دست بزنیم. تولد مبارک دخترم. دست خواهش میکنم بفرمایید خودتون فضیلایی کنید. بهتر خانم گلم خسته نباشی. حمید میتونی من بعدم میرزم فیلم بگیری؟ نگیر دیگه چیزی. ببین از دایی چقدر نیومد. چرا بهش نیزدم گفت داره میاد. آها حتما داره 3 سوت هم میام. حمید ترا وقت ما خوش از دوستات پذیرایی کن. بفرمایید غزر سایه جون بفرمایید خواهش میکنم. از خودتون پذیرایی کنید. دنتون شیرین کنید. خواهش میکنم. من به داداش من گیر نده کنم. پس کیک چی شد؟ آخه تولد که بی کیک نمیشه. تو جان دایی سایه بوی کیک میشه بگیره. آره این قدم رو اصلا نرو نرو بروی گوشه بشین. من میرم چاقوی کیک رو آماده کنم پاپیون بزنم تو دایی سعید بیاد با کیک. بفرمایید از کجا پذیرایی کنین. خیلی خوش گذشت ولی حیف نتونستیم ستاره ها رو ببینیم. از این راست میگی خیلی دوست دارم ستاره ها رو ببینم. خوشحال امشب بهتون نشون میدم. قولی فیلیرت نرسته. نه بابا یادم نرسته. پس کجا تلسکوپه؟ همونجا توی تراس جای همیشه گیشه. خب باشه ببین. باشه صبر کن یه لحظه. الو الو داداش نرگسم کجایی تو؟ الو نه دارم میرم موتورم خراب شده بود از تعمیرگاه بگیرم میام با یه وسیله 3 سوت. خدا وکیلی 3 سوت الان دارم میرسم ازت. برادر من 3 سوت که هیچی، اینا 100 تا جیغ و هورو هم کشیدن، نه خبری از تو شده نه کیک. خب آخه عزیز من داره آبرومو میره دیگه، همه منتظر کیکن. این حمیدم یه کله داره به من قر میزنه. الو صدامو داری؟ میشنوی الان چی میگم؟ الو داداش الو بیمزه. با منی؟ نه داداش با تو نبودم، ناراحت نشو بیا دیگه منتظرت. باور کنی الانشم رسیدم. باشه خدافظ. آقا اولین ایسکا نگهداری ممنون میشه.
فیلم تو ضبط کردم به خانوادتون نشون میدم بعدم بر علیه دستید همین. چه خوشگلتون برای غزل دارم آسمون نگاه میکنم توجه دارم من برو اونو بذار من ببینیم دیگه سب کن دارم تعظیم میکنم کمکت کنم نه دیگه چیزی نم حرامت وای داداش ترسیدیم خب منم قول داده بودی یا ده راستی بچه ها میدونی داداش من امروز پلیس شده همیار پلیس واقعا بله پس منم یادم باشه واسه تابلو 10 سالگی یه تابلو بزرگ بود ممنون بخرم خیلی ممنون بچه ها کچه قیبش موزه بهتر رو بزه سرشون با تلسکوپ گرم باشه تا کیک برسه سر بچه ها رو با تلسکوپ گرم کردیم سر بر بفرمی خواهش میکنم کلا کلا سر بقیه رو چجوری گرم کنیم با تو سر دفعه بهت گفتم گرفتن کیک رو به این برادر اسطوره ای نظم و انضباطت نسپار آخه چجوری دلت میاد پشت سر سعید انقدر حرف بزنی راست میگم اصلا چیزی میبینی؟ آره واقعیتشون رو پیدا کرد اول کی ببینه؟ اول مهمون خیلی آقایی خب حالا از من دارم هم مهمون کدومم اول ببینه؟ خب معلومه حق تقدم با اونیه که سمت راست ایستاده قربله داداش گلم فقط تکونش داره شد تعظیمش به هم آره اینا خیلی خوشگلن درست شد دیگه آره چیه آوردم دیگه اینم کیک سرورخانی قنادیه برگشت گفتش که این خاماش تاریخ مصرفش گذشته یه ذره این تریپش فرق داره ولی خوشمزه تره خیلی خوش که این احساسیه ماه داره ستاره داره دایی این ماهه اون خورشیده فرقی داره همش تو آسمونه دیگه چه فرقی میکنی کنم گیری داره یا بر کن تولد رو خراب نکن عملون آرزو باید بلند بگی یا نه بابا باید باید شاید میخواد دانشگاه بره نمیشه دایی یه کاری بکن اون ماه شب چهاردهش برای خودم بیفته با چایی میخوام بخورم دایی ماه شب چهارده ساعت داره یازده شب دیر بریدن دیگه بین عدد چهارده که از ببره باشه چشم بلدش رو زبی میکرد ببین بعد بشه خونش تا تنظیم بشه اینجوری اینجوری؟ آره درست وسط همون جایی که من برات تنظیم کردم و نگاه کن خواه چیزی میبینی؟ یکم بیشتر راه نمایی کن ببین همون جایی که قبلا برات تنظیم کردم این سری نور ریز و فشردن دارن دوره یه چیزی میچرخن نگاه کن آها دارم میبینمشون وای خدایا اونجا چه خبره خیلی قشنگه آره من که گفتم واقعا تماشاییه حالا من اسمشون رو گذاشتم موقعیت بشقاب پرنده ها واقعا موقعیت بشقاب پرنده ها نه من اسمشون رو اینجوری گذاشتم از من چی؟ بفرمایید داداش گلم دست درد نکنم کیک خوشمزه بودم که سعید خیلی دیر که کو بودی ولی ما مسافره خوشگلی داشت دست درد نکنم وقتی آخ چی شد؟ چی چیزی نیست مطمئنی؟ آره برادر من مراقبت کن از خودت اگه میدونستن امروز چقدر بدبختی برای این موسسه رو کشیدم اینجوری نمیگفتم. سعید باشه. خب نوبتی هم که باشه نوبت همیار پلیسه. آخ جون نوبت هست. اینجا رو بگیر مثل همیشه.
بچه واقعا آسمون خیلی خوبه نه؟ هم منظم نه هم مرتبه. میبینی؟ آره میبینم، فقط تره باید با شبای قبلی خیلی تغییر کرده. آقا تا تونستی موقعیت باشقا پرنده رو ببینی؟ آره دیدمشون، فقط باید یه سی رو بهت بگم تره باید. چی؟ بگو. تره باید اون بالا داره یه اتفاقای مشکوکی میاد. چی؟ اتفاقای مشکوک؟ تره باید جدی میگم، بذار یه بار دیگه ببینم. فقط یه بارا. باشه. سایه جان بابات اومده دنبالت، هر چقدر هم اصرار میکنم نمیاد داخل، میگه دیره. خیلی حیف شد مامان، نمیشه یکم دیگه بمونم؟ یه ذره آخه، مثل اینکه قراره غزلم سر را برسونین. اشکال نه، تو قرار بده یه شب دیگه دور هم جمع بشیم. راست آره راست میگه، میتونی به بهونه دور هم جمع بشیم دوباره آسمون رو ببینیم. بیا بریم. چیزی از آسمون افتاد زمین؟ نه بابا، رعد و برق بود، میخواد بارون بیاد. تو باز پیشگویی کردی؟ نه جدی میگم. دایی 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 تو رو خدا بیدار شو بابا، من نصف جون شدم. دایی چرا اینجوری شدی؟ دایی فدات چه؟ ای وای داداش چی شده؟ چی سر این بچه اومده؟ این وقت شب من چه میدونم، یارو رفت تو بالکن یه سرصدایی شد اومد بیرون، سه‌سوده پرید تو بغل من، اینه بیت داشت میلرزید. میگم شاید باختر صدای هم برخورده بوده، شما هم شنیدید؟ نه برخورد نبود، از این جرق و برقا بود که ابرا میخوره برام. منظور رد و برق دیگه. اوشقا پرنده. چی؟ اوشقا پرنده. آها آفتی، از این بشخوابا بود تو بالکن مادر جون، پرنده ها میرفتن جوجه میکردن توش، اونا رو میگه، اونا ترس نداره که. دایی بشخواب پرنده واقعی رو دارم میگم. واقعیش؟ ببین قرار نبود دیگه توهم بزنی، حالا من یه چیزی گفتم. صبر کن ببینم بشخواب پرنده کدومه. ترا بعد باز چی به این بچه گفتی اینقدر ترسیده؟ من؟ هیچی به خدا. بابایی بشخواب پرنده چیه؟ چرا پرتو بلا میگی اینقدر؟ الان خنده داشت. من خودم پشت تلسکوپ دیدم واقعا چی سرعت داره داره میاد تو خونه ما. ترامت فکر کنم از اینکه موقعتشون رو شناسایی کردی حسابی شاکی هن. داداش این چیزا چیه داری به هم میبافی؟ بابا مگه تو نمیگی صدای برخورد چنیدی؟ خب این همین صدای برخورد بشخواب پرنده هاست دیگه، همین نزدیکی خونه ما. هم با همین چشم پشت تلسکوپ دیدم. با کدوم چشمات؟ با همین چشمم بابا. قربون چشمات برم من. حمید نمیبینی بچه قاطی کرده؟ آره واقعا قاطی کرده. من همون اولم گفتم شما با هم ازدواج نکنیم، بچه تون یه جوری چیز میشه. بس کنید شما دوتا هم. شاید
دیگه. ترا وقت داره بیوش نایمده هنوز؟ نه آبغند آوردم گفتم شاید حالشو بهتر کنه. منم این پتو رو آوردم گفتم شاید خش کرده فشارش افتاده سردش بشه بندازیم روش. بابا این کارا چیه میکنید؟ این مشکل فنی داره شمش خال زده یه چیزی سه سوته من خودم درستش میکنم. اما فکر میکنن برای خوش آمد گویی از طرف همیار پلیس حال سرجاش بیاد. زنگ بزنیم 119. برای چی؟ برای اینکه پلیس هم دیگه. اون که 118 آبرومون جل بچه ندار. بابا اون ساعت گویاست. برشب دایی اون راهنمای تلفنه. باید زنگ بزنیم 110. همینو گفتیم ما دیگه. یاد بگیر. نه اصلا این چیزا نیاز نیست. توی مدتی که شما رفته بودیم من سر تا پای این طفل معصومو برداشت کردم. این انگار به یه چیزی حساسیت داره، از یه چیزی میترسه. نمیدونم این چراغو نگاه کنین همش داره چشمک میزنه. یه خط در میونه میشه چیزای راجع به نظم و ترتیب و این چیزا میگه. بسازم بابا. چرا؟ منظورم این بود که این چراغ چشمک زنه یه ارتباطی با خش کردنش داره. دست نظرم منظور دیم. بله بله. بذاریم برش دارم ببریمش خونه. آبجی آدم فضایی غریبه شما برای چی ورش داریم؟ خودم ورش میدارم باید. راست میگه. یه کنار بینم تا خواب میریم. کمک شارژ چی میگه؟ کمک شارژ میخوام شارژ میکنم شارژ سام شد. نه داداش این مگه موبایلی که باید شو شارژ بخواد؟ الان یه آبغند تو خوردی؟ آره دیگه واسه فضایی رو برده بودم. این که قش کرده من فشارم افتاد گفتم یه دو قلاب از این بخورم آدم جا بیه. خوب شدی؟ بله. آبجی گیر بهش نده دیگه حق داره. اون آدم فضایی که گرفته خوابیده بدبختیش مال ماست. از صبح تا شب ببین چی کشیدی. چی شده از صبح تا شب؟ داداش یه چیه نه منظورم اینه که خوش گذشت خوب بود فلا انرژی رفتش تولد بود بد نیست الان آدم فضایی هم ببریم بالا توی خونه بشین با هم دیگه بخشش. من اجازه نمیدم این غریبه شب بیاد تو خونمون بمونه. ایشون همینجا استراحت میکنم پتو من برای شما آوردم تا فردا صبح. همین اخلاقتو درست کن. چی کارش داری؟ حرفش متینه به شرطی که دیگه تکرار نکنه. خدا رو شکر نمردیم و یه دفعه دیدیم شما دوتا با هم همعقیده ایم. چی مرتبه؟ تا
اسباب بازیام. تاها؟ بله مامان. همه ظرفا شسته شدن سر جاشونن. آشغالا هم ریخته شده تو کیسه زباله، درشون هم بسته شده. کار شما هاست؟ نه. اتاق منم خیلی مرتب شده. حتی اسباب بازیام تو سبدشن. مامان. مامان. مامان اتاق منم که هیچ وقت خدا مرتب نبود، الان کلی مرتب شده. حتی کتابام هم موضوع بندی شدن. فکر میکردم کار شما نباشه، شما اصلا عادت به تمیزی نداری. همه ی خونه داره برق میزنه، یعنی کار کی میتونه باشه؟ یعنی چی؟ فضایی. بریم ماما. وا این جونوره کو؟ نمیتونم، یعنی کجا رفته؟ قاطی درختام که نیست. ای این پتو هم که مرتب تا شده. بابا حمیدم که نیست. منظر شما این ماجرا مشکوک نمیذاره؟ دایی سعید هم نیست. تو نگران نباش، دایی سعید در خواب نازه. میگم بچه ها نکنه کار بابا حمیده، اول صبحی خواسته خودشو لوس کنه رفته همه این کار رو انجام داده. به نظر من کار شما سوال. بابا حمید اهل نظم قانون نیست، این شما که اهل نظم قانونی. آره راست میگه. نه کار من نیست، اگه کار من بود که خودم میگفتم دیگه. خب کار بابا حمید هم که نیست، چون بی سر و صدا هیچ کاری نمیتونه انجام بده. کار این جونوره هم که نیست. پس کار کیه؟ نمیدونم. بفرما، صدای در زدن خود بابا حمیده. بابا خیلی شجاعی ها. کجاشو دیدی پسرم؟ حالا چه بلایی سرش اومده؟ اینو کجا بذارم؟ بلا که دیگه، چه بلایی بدتر از این که اومده روی کره زمین این همه بی‌نظمی و بی‌قانونی رو دیده. شما دو تا با هم کجا بودی؟ قضیهش مفصله، حالا خودش توضیح میده. خب الان خودت توضیح بده. بابا مگه این مثل ما حرف میزنه؟ آره بابا خیلی شبیه ما. ببر بذارش رو مبل اونجا، حالش جا بیاد ببینم چی میخواد بگه. اینقدر دست نزنیم بهش. بابا خیلی شجاع. بابا میشه منم بغلش کنم؟ نه دخترم، میخواد استراحت. آخیش دیشب تا صبح همه ی رفتاراش زیر نظر داشتم. موجود قابل اعتمادیه. بسه خنده بسه ترسو. پس حالا که قابل اعتماده، من همینجا میشینم تا حالش خوب بشه برای من توضیح بده. نه نرگس، من خودم برای توضیح میدم. نه دیگه این. نه بیدار میشه بابا، گناه داره. بیا بریم، من برای توضیح میدم. بیا کامل توضیح میدی ها حمید. چقدر بانمک تو. بفرمایید، اینم چایی. به به، این چایی خوردن داره، دست درد نکنه. خب تو چه فکری راجع به من میکنی؟ من از دیشب تا حالا به خاطر احساس مسئولیت پلکام رو هم نذاشتم. مامان به جای این حرفا بذار ببینیم بابا چی میگه، چه اتفاقی افتاده. راست میگه. بفرمایید. این فضاییه امروز کله سهر که از خونه اومد بیرون، رفت توی این شهر به این بزرگی دنبال یه چیزی میگشت. منتها من نفهمیدم گمگشتش چیه، فقط اینو فهمیدم که علاقه خیلی زیادی به نظم و قانون و ترتیب و پاکیزگی داره. اینو وقتی که به هوش اومدم تعقیبش کردم فهمیدم. به هوش اومدی؟ مگه تو بیهوش شده بودی؟ Thank you.
مگه تو بیهوش شده بودی؟ من نه. خودتون گفتین. راست میگه. من گفتم؟ آره. آها نه منظورم این بود که وقتی فضایی به هوش اومد شروع کرد به ترتمیز کردن خونه و مرتب کردن خونه. پس این تو فضایی خونه رو تمیز کرده. آخ حمید، دیدی آبرون پیش این فضایی رفت؟ یه دیشب من خسته بودم گرفتم زود خوابیدم نرسیدم تمیز کنم خونه رو. نه بابا ناراحت نباش، کلی هم تعمیرات تو خونه کرده. این شیر دستشویی بود چکه میکرد. خب درستش کرد. لامپ اونجا بود کار نمیکرد، اونم درست کرد. من میگم اگه این فضایی این همه کار کرد یه کار دیگه هم میکرد دیگه عالی بود. این داداش تو رو یه سر و سامونی بهش میداد، اخلاق رفتارشو تغییر میداد، همچین منظم مرتبش میکرد، پاکیزش میکرد. تو بازم حمید، خب داداشمه دیگه، نگو دیگه اینجوری. باشه هرچی تو بگی. نه بو شوخی کردم، دوستش دارم، داشتم میگفتم. بعد تعقیبش کردم رفتم دیدم حتی موتور دایی سعیدم داره تعمیر میکنه، نشتی روغنشو درست کرد، این لامپ راهنماش کار نمیکرد عوضش کرد، کلی کار کرد. من کجا؟ اینجا کجاست؟ خونه رو کی مرتب کرده؟ فضایی؟ 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 فضایی جان؟ فضایی؟ موتور چی کار داری؟ رفت. چرا حالیش بد شد؟ Yeah.
چه افتاد؟ چی شدی؟ منم که دل شیر دارم و دل نترس، رفتم طرفش گفتم فضایی جان چی شده؟ قشنگ با هم این دو دستام بغلش کردم آوردم خونه. آفرین. ایوار بابا، خدا اگه همین داداش تو بود جرئت نمی‌کرد از یک کیلومتری بهش نزدیک شه. حمید باز به داداش من گیر دادی؟ بگیگا بگیگا سلام سر جان. سلام سلام خوبی؟ ببین برو این دست رو تو بشون، یه حساسه، یه موقع قاطی میکنه. تو چرا دستت میلرزه؟ من یه طور دیدم حل شدم. سلام تاها، سلام دایی سعید، سلام تراوت، سلام مامان، سلام بابا. سلام. سلام عزیزم. سلام، حالشون خوبه؟ من خوبم، اما شما برای دوش بگیر. دیدی گفتم به بابا این که مثل ما حرف میزنه. عزیزم گفتم که با ما زیاد فرق نداره، فقط یه خورده ده. الان مثلا با دایی سعید فرقی داره، یه ذره فقط چشاش از دایی سعید درشت‌تر و قشنگ‌تره. تو هم درستی بخور. چشمه داداشو من چشه؟ چش نیست، گوشه. همین آخه ببین طفلکی ترسیده، بیچاره گم شده تو درد سر افتاده، تو هم اینقدر خالی نبن. بله مامان، سر درد گیگا بگیگا درد سر، درد سر. من داشتم برای ماموریتی به گوشه دوری از کره شما میرفتم، کره شما میرفتم، اما همین که موفق شدم از جو زمین عبور کنم، قطعه مهمی از بشقاب پرندم که با اون جو زمین رو میشکافتم صدمه خورد و تو شهر شما سقوط کرد. من چاره جز فرود تو خونه شما نداشتم، حالا باید هر طور شده قطعه گم شدم رو پیدا کنم. پس این از صبح داره دنبال قطعه گم شدهش میگرده. آخی کاش میدونستیم قطعهش کجاست. گلگا بلگا ردیابی که تو منه بهم میگه قطعه گم شدم کجاست. خب فضایی جون، این قطعه گم شدهت کجای این شهر بزرگ ما افتاده؟ یه جایی درست اون طرف شهر، توی نقطه ای از یه بزرگ را. خیلی قشنگ آدرس دادی، خیلی راحت میتونیم پیدا کنی. حمید بسته دیگه، همه رو که نمیشه دست انداخت. فضی جون نگران نباش، من خودم با موتور پیدا میکنم، سه سوته تحویلت میدم. فقط بگو ببینم این قطعه طلا با ارزش چجوری هست. سه سوته مشکل داره. خیلی خوب، بابا گرفتم، ده دفعه میگی که چرا سوزن ندیدیم کرده. سعید جان این فضایی روی نظم و قانون و فهم و شعور و اینجور چیزا خیلی حساسه، فضایی حساسیه. ما با نظم و قانون زنده ایم، ما روشنایی خودمون رو از نظم میگیریم. یاد دوران سربازیم افتادم، مرزم صبحگاه ما با نظم و قانون نکسیم. من فقط یه شبانه روز دقیقه روشنایی دارم، اگه تا غروب امروز سر جای خودم برنگردم، تمام جسم من تبدیل به خاک بر سر میشه، گوله گوله خاکستر میشه، تمام جسم من تبدیل به خاکستر میشه. ولی فضایی تو غروب که خیلی وقت هست. آره راست میگه، تازه امروز جمعه است، خیابونا خلوت، حتما میرسیم. اما با این وضعی که من شاهدش بودم غیر ممکنه موفق بشیم به اونجا برسیم. من تا حالا اینقدر فضای افسرده و مایوس ندیده بودم. شما فضایی زیاد کلا میبینی، نه روز شیش نمیبینی. سه سوته با موتور. حمید فضایی آخه اینقدر ناامید نباش دیگه، یوهی فشار خونت میفته ها. گفتم که ما فضایی ها خیلی منظم هستیم، ردیاب منم که مکان قطعه گم شده رو نشون میده نسبت به بی‌نظمی حساسه و به محض دیدن کوچکترین بی‌نظمی و آشفتگی سیستمش به هم می‌ریزه و توانایی نشون دادن مسیر رو تا تلاش بعدی از دست میده.
به دست نزن دیگه. پس اینجوریه، یعنی رادیو به تو با دیدن دایی سعید دچار مشکل میشه؟ دست در نکنه دایی، یادم فضایی اومده تو خونه، هنوز آدم کامل نیست. سه سود دایی تو به اون فروختی. تاها مؤدب باش با داییت. ببخشید داداش. دایی ببخشید، منظور نداشتم. برای رادیویی جدید باید دوباره منو شارژ کنید. با عرض معذرت، حالا دایی سعیدم باید دوش بگیرن. چرا اونجوری میکنی؟ تنش خورده به تنش شوهرت دیگه. دایی جان اون صابونه که دودای موتورا رو رو صورتم پاک میکنم اینا اونو بیار دستشویی. جا بایسا من سانت میکنم تو هد بزن آقای نه جد ببین فزیخ اینا سه شبانه روز دیگه برای تو هیچ کاری نمی کنن. ولی به من بگی فه بردم ات فرزا اصلا آدرس اولشو به من بگو میبرم دم در همون آدرس. دم در؟ دم در آدرس؟ آدرس در نداره، فه داره ولی فرزاد نیست، اما حوالی همون جاست. بابا دمه دیگم پس تهران بلدی. ببین میبرمت قطعه گم شدتم پیدا میکنم، فقط یه قولی باید به من بدی، وقتی با من میای کسی بویی نبره. بویی نبرن؟ بورو مگه میبرن؟ بورو نمیبرن، بورو میکشن. بعدشم من با شما نمیتونم جایی بیام. چیه؟ کلاسمون بهت نمیخوره؟ کلاس؟ من مدرسه نمیرم که کلاس داشته باشم، اما بی نظمی موهای شما ردیابی منو مختل میکنه. نه این که مدلشه، یعنی تو از فضا اومدی نمیدونی دیگه. گوش کن اینو، من موتور که گاز بدم باد میخوره خودش مرتب میشه تا اونجا. لحله؟ مرتبه؟ ببین رویا باید بیای فقط ببینی، نه هر چقدر به تو بگم تو باورت نمیشه. آره بابا همینم قش کرد. وای ما همه داشتن از ترس سکته میکردیم. بعد میدونی جالب چی بود؟ جالب این بودش که این خودش هم بارو دید قش کرد. البته ما رو دید نه ها، حمیدو که دید قش کرد. این بچه هی به ما گفت من یه چیزی دیدم، ترسیده بود وحشت کرده بود، ما حرفشو باور نکردیم. اصلا اینقدر قیافش با من است. بابا دروغ هم چیه؟ فلفل بسته مامان نرگس. یه چیزی الان بهت بگم باورت نمیشه، الان اینجا آشپزخونه پیش من نیستا، ولی نمیدونم اصلا کجا فهمید من فلفل زیاد ریختم. گفت مامان نرگس فلفل زیاد ریختی. وای اصلا باورت نمیشه. بابا داستان چیه؟ خب بیا ببین اگه فکر میکنی دروغ میگم. ببین من هرچی بگم تو باورت نمیشه رویا جون. بیا اینجا خودت ببین.
دیگه هم حوصله ندارم برای توضیح بدم. سلام برسون. خداحافظ. مدت چت زیاده، مدت چت زیاده، یکم به درس و مشقت برس. خلوکوف بگیگو باید خلوکوف اصلا خوب نیست، خلوکوف خوب نیست، به مغز صدمه میزنه، مغزو خراب میکنه. سعید نگران نباشی آدم فضایی، یه جوری میرم آب تو دل تکون نخوره. فضایی گوش کن، اگه بتونی تو سیارتون یه کاری با حقوق خوب برای من جفت جور کنی و منم قطعه گم شده تو برات گیر میارم. چه ترسیدی؟ نه ترس. فضایی گوش کن، من دیپلم ردی زمین رو دارم. خب اگر اونجا مدرک لازم داره خودت بهم بگو، در صورت تر ترافیک هم ندارم، آشنا داری خودت برام بگیر. باید چی میترسی؟ از که اینجایی تو؟ از دیروز صبح. شوخی نکن، جدی از که اینجایی؟ واسه همین الان دیگه، طبق معمول کلاه منو یادتون رفت. کلا رو میگی؟ من مشکلم با کلا اینه که مامو یه جوری درست کردم که کلا خرابش میکنه، به خاطر همون سرم نمیکنم. میخوای اصلا کلا سر تو باشه؟ بیا بریم. یک، گذاشتن این جعبه پشت موتور یه خلاف. دو، اگه منم بخوام سوار بشم دو خلاف. کلا بده به من برو تو. خیلی ممنون، مواظب خودتون باشید. باشه دایی. خداحافظ. بابا چی بود؟ نمیدونم، فکر کنم دوز بود، موتور دایی سعید برد. حمید اه مامان فضایی کو؟ اه راست میگه، فضایی کجاست؟ آه این آشه سلام حمید، اینکه تو بزن تاهاست. اه خوبی بسرم؟ بله ممنون. دادشی فضایی کو؟ تاها
سعید جعبه پیتزا بردش. دوستش نکن دیگه داییه بابا، من به خاطر آبرو خودمون این کار کردم. همین آدم فضایی پس فردا میره سیاره خودشون میشینه با آدم فضایی دیگه سبزی پاک میکنن، غیبت ما رو میکنن. میگه رفتیم زمین، اونجا اصلا عین خیالشون نبود، چلوغ بلوغ بود، یه قطعه گم شد، هیچ که عین خیالش نبود. بد کردم؟ بله. ای بابا، بابا به قیافه مظلوم اینجوری نگاه نکنین، به قیافه مظلوم بر قلمبیدش اینجوری نگاه نکنین. بابا این برگشت به من گفتش که من تا غروب میمونم، ولی راه افتادم تو اتوبان، هنوز حرکت نکرده، دیدم حالش اینجوری شده. چجوری؟ اینجوری. منتظر برگشتنت بودم ولی نه به این زودی. وقتی رفتی نفهمیدم کی رفت، وقتی اومدی فهمیدم عجب آدم. حمید داداش، بازم عجله به خرج دادی یا؟ حالا چرا بی خبر رفتی؟ دایی حالی خبر میدادی؟ چرا خبر دادم؟ من به تو نگفتم دارم میرم؟ بله. آفرین بچه راستگو، بهش گفتم بهتم تعارف دادم با من بیای دیگه. بله. آفرین بهشم گفتم آدم فضایی همراه دیگه. نه آدم زایه کن نزم بچه. آبجی من تو طول رفت برگشت این کلاهی معنی همراهم بود. دایی نه دروغ نمیگم، همرام بود، به دسته موتور بود، نذاشتم سرم به خاطر اینکه گفتم موهام خراب میشه. موهات خراب شه بهتره یا مغزت بترکه؟ حمید نگو تو رو خدا، داداشمه ها. البته چیزی هم که اصلا تو مخش نیست بخواد بترکه. سرعت بالا، حرکت تو پیاده رو، عبور از چراغ قرمز، حرکت تو باند سرعت، حرکت خلاف جهت تو خیابون یه طرفه، حرکت تو مسیر ویژه بی‌آر‌تی. دایی خفش کردی؟ آخه داره همینجوری واسه خودش بی خودی حرف میزنه. من خلاف کردم. یکی دو تا؟ سه چهار تا؟ آقا جان ترافیکه، مجبور شدم، میفهمی؟ نمیتونستم که اینو همینجوری به حال خودش ول کنم، که مجبور شدم یه ذره خلافای انجام بدم دیگه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اینجوری خوبه نگاه کنی؟ نه آقا، یه جوری نگاه میکنین همه که انگار من یه کار بدی انجام دادم. آره خیلی خوب رانندگی میکنی، همه قوانینم رعایت میکنی، فقط اگه یه تک چرخ هم میزدی دیگه همه چی تکمیل میشد. آبدی این یکیو دیگه راست میگه داداش. من کی تا حالا تک چرخ زدم این بار دومش باشه؟ خودم دیدم همیشه از جلوی خونه ما تا ته کوچه با تک چرخ میره. داداش تو کجا دیدی؟ از پنجره. عجب آدم فوده. یه دفعه تک چرخ راست میگه. یه دفعه آره با اون دفعه شد. دو دفعه داداش همیشه تو آخر منو سکته میدی. ببینم اصلا تا حالا شده این چرخ جلوی موتورت بخوره به این کوچه؟ اصلا به من چه؟ این شما اینم آدم فضاییتون که تا غروب خاکستر میشه. خواستم ببینید که من چقدر احساس مسئولیت میکنم. حالا خود دانید پس فردا خون یعنی خاکستر این میفته گردن خودتون. اما گفتن حالا کجا میری؟ من از اولش هم میدونستم این کار رو باید خودم انجام میدادم. الانم چیزی نشده که، ماشین رو برمیدارم با ماشین ببرمش. پدر عزیز من، قانون برای همین وقت هست دیگه. آخه صبر کنیم ببینم.
این قضیه مال کی بوده؟ چرا شما دو تا چیزی به من نگفتی؟ نرگس همین دیروز دیگه، شما به جای اینکه توی این موقعیت به نفع بابات کار کنی شدی خبرچین مامانت. حمید خیلی خوب دیگه، چرا بچه رو اذیت میکنی؟ خب باید قشنگ تمرکز بکنم، فکر بکنم و مواظب همه چی باشم. من میرم ماشین رو روشن میکنم، سوار میشم، کمربندم رو میبندم، فضایی رو بغل میکنم، میزنم رو صندلی عقب، کمربندش رو میبندم، راه میفتم و قول میدم که از 80 کیلومتر به بالا رانندگی نکنم. چیز دیگه ای مونده؟ بابا سبقت از سمت راست؟ هرگز. حواستونم پرت صندلی عقب و فضایی؟ نمیشه. آقا حمید وقتی رانندگی میکنی با موبایلم حرف؟ نمیزنم. منم زنگ زدم جواب منم نداد. خوب شده اینجوری میتونم بپیچونم. حمید پیچ؟ آها نه، منظورم این بود که اگه داشتم میرفتم پیچ بود خب بپیچم دیگه. آها منظورت این بود که راهنما میزنی سر پیچ. آره دیگه راهنما میزنم تیکی تیکی. آقا تو کیسه دیگه گفتی؟ من میرم ماشین رو روشن میکنم پسرم عزیزم، شما هم فضایی رو بیا قربونت برم. دیگه سفارش نکنم آه، خلاف کوچولو هم حتی نکن. چشم بابا تو رو خدا حواست باشه، الان دیر میشه. دلش کن هل نشو، یواش رانندگی بکن. چشم مراقب خودت و فضایی هم باش. چشم برو. همه چی مرتبه؟ آره ما میتونیم راه بیفتیم. به سلامت برو. ما رفتیم. خدافظ. داداش اینقدر حواسمون رفته فضایی، اصلا تو رو پاک یادمون رفت. قربونت برم من، ناراحت نشو بابا، اینقدر هول شده بود صدا تو نشنید، وگرنه حتما تو رو با خودش میبرد. آره بابا اشکال نداره، بیا بریم زود برمیگردیم. وای لعنت بر من، لعنت بر من که در اون حال و هوای بهاری و اون ترانه و در جستجوی قطعه گم شده وقتی که درست میخواستم بپیشم توی این فرعی سمت راستیه ناخواسته تلخترین خلاف و در این همه سال رانندگی نجیبانه مرتکب شدم. چرا؟ به خاطر یک عادت اجدادی در نزدن چراغ راهنما. فقط به خاطر همین اتفاق به همین سادگی اول ردیاب فضایی از کار افتاد و سپس خودش به خاطر این اتفاق شد شد و از حال. اجدادی؟ آره دیگه، من پدرم، پدر پدرم، پدر پدر پدرم، پدر پدر پدرم. وایستا ببینم اون موقع ماشین کجا بود؟ آبجی حرفی میزنی؟ اون موقع اجداد این با گاری هم میپیچیدن دیگه. سعید بهتر از اینه که مثل اجداد شما با گاری تک چرخ بزنن. ببینی آبجی؟ بیادبا. حالا تو این وضعیت که طفلک اینجوری حالش بده، اسیر افتاده تو دیار قربت بین شما دوتا، هی به هم گیر بدید، هی مزه بپرونید. من که گفتم از این سر شهر تا اون سر شهر بدون خلاف نمیشه رفت، گوش ندادید. بفرمایید، اینم آقای قانونمندتون. این نشون دهنده عمق فاجعه است، یعنی ما بدجوری به بی قانونی عادت کردیم. راست میگه، این اوج تراژدیه.
اگه من بودم اینجوری نمیشد، چون این منم که تو زدن چراغ راهنما همیشه به شما کمک میکنم، مثل کلاه منی دایی سعید. چرا بچه تو امروز اینجوری حرف میزنن؟ اوج تراژدی، اوج فاجعه ها؟ به باباشون رفتن. تو که میدونی حمید ادبیاتش خوبه. به ما که میرسه ادبیاتش بی ادبیات میشه. اون دیگه تقصیر خودت. احساس میکنم درخشندگیش داره هر ساعت کمتر و کمتر میشه. فقط یه ساعت، فقط یه ساعت دیگه وقت داریم. من از صبح دارم میگم وقت کمه، گوش نمیدین. این دفعه من پشت فرمون میشینم، بچه هم با من میان تو کمکم کنن اشتباه نکنم. بچه ها پاشین حاضرشین بریم زود. اینجور که معلومه تا تو اصلا بی خود اومدی. شهر که امن و امانه، اما نگستم که اهل خلاف و فلای کشیدن و سبقت نیست. پرابت خانم خیلی امیدوار نباشا، نباید قول خلوتی خیابنا رو که خورد. بعدش هم تو بزرگراه‌های خلوت احتمال تصادف و بی‌نظمی خیلی بیشتره. به خاطر همینه که احتیاج به همیاری پلیس همه جا هست. چقدر خوشماله، من میخنده از چه شاد معلومه. اما نرگس اگه خیلی بخوای بری تو نخ فضایی هدیه و کار میفتم. فضایی میرسی پیداش میکنی. پس چرا ندیا ملامت نمیده؟ تو رو خود زود باشه، انگار داره دیر میشه. عزیزم تو که نمیخوای قبل از اینکه فضایی خاکسترش خودمون با دست خودمون خاکسترش کنی. مامان فکر کنم بگم جلوتر یه خروجی سمت راست هست. مامان مامان راهنما بکنم، این همون خروجیه که بازه خلق داری خلاف این بابا شده. تاها جان تو نمیخواد نگران باشی ماما، من رادارو که تو آینه دیدم خودم راه نما رو زدم. نمیشنوی صدای قشنگشو؟ ماما داره علامت میده، من فکر کنم باید تیه گم شده همین دورو بره. آخ جون ماما، ماما حالش داره خون میشه. ماما یادیم نره قبل از کاهش سرعت راهنما رو بزنی. وای باورم نمیشه، یعنی راستی راستی به محل قطعه گم شده رسیدی؟ فضا رسیدی، خوشحال باش. بچه ها بین اینجا رو بگردیم. برای من کافی بود ماما نرگس، قطعه گم شده من همون نظمه. بابا یعنی قطعه گم شده تو نظمه؟ چی میگه ماما؟ منم نمیفهمم. بله قطعه نظم، هر نوع نظمی که برای ادامه یه زندگی خوب مفید باشه نجات دهنده است. ماه و ستاره ها با نظم خودشون راه رو به ما نشون میدن. خوشحالم که ماموریتم تو خانواده خوبی مثل خانواده شما انجام شد. ماما نرگس از شما ممنونم که
به شایستگی تونستین از عهده این کار بر بیاین. البته شما منظم بودی، اما از این به بعد رعایت نظم توی شماها همیشگی میشه، همیشگی و پایدار. این خصلت همه کسایی که از این امتحان سربلند بیرون بیان. تراوت، تاها، از شما هم ممنونم. به بابا حمید و دایی سعید هم سلام برسونیم. بگو بگو بگو. خب حالا دیگه وقت رفتن منه. فقط 2 دقیقه به غروب خورشید باقی مونده. من رفتم. خدا نگهدارتون. خداحافظ. 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 خدا نگهدارتون. کاشکی میشد از پیش ما نری. دلمون برا تنگ میشه فضایی. فضایی بازم میشه پیش ما بیای؟ خدا نگهدارتون. ممنونم فضایی. دیگه خیالم راحت، قضاهم تند و شور نمیشه. من هم قول میدم دیگه نشینم پای چپ با دوستم. فضایی ممنونم از حل و مسئله. فقط خیلی سختم نبود و ما از خودم میفهمیم. عزیزم بریم.